در مجالی که برایم باقی است، در مجالی که برایم باقی است، باز همراه شما مدرسه‌ای می‌سازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده مهر تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ماست. درود بر بینندگان خوب و عزیز و نازنین در این دنیای شلوغ 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 شلوغ، امیدوارم که خوب و خوش و سرحال باشید. عرضم به حضورتون که از ویژگی های اوضاع کنونی ایران یکیش دروغه. چند روز پیش یک کسی ایمیلی برای من فرستاد و در این ایمیل نقل قول کرد از حضرت محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام و از کوروش بزرگ که کوروش در نیایش هایی که می کرده از خداوند می خواسته که مردمش رو و کشورش رو از دروغ محافظت بکنه و حتی در زمان، یعنی به دلیل حفظ جان، مردم مجبور به دروغگویی نشوند. و بارها براتون گفتم، باز هم تکرار میکنم که هرودوت، این مورخ یونانی، از ویژگی های ایرانی ها یکی این رو برشمرده که ایرانی ها پول قرض نمی کنند، وام نمی گیرند از کسی، برای اینی که در زمان باز پس دادن اون وام مبادا ناچار به دروغ بشن. اما از توصیه های حضرت محمد ابن عبدالله این است که در سه زمان می شود دروغ گفت. من الان که مجوزش صادر نشه به یکیش بسنده می کنم. دو تا شوالو براتون میگم، یکی در زمان جنگ و یکی وعده دروغ به زنانتون. یعنی شما هرچی به زنانتون وعده بدید و دروغ باشه، خداوند این رو پاتون نمی نویسه، گناه محسوب نمی کنه. و در زمانی که یک حکومت ریاکار بر سر کار می نشیند، این قضیه اوج می گیره، این قضیه بالا می گیره. و اخیراً شما ملاحظه کردید که چند روز قبل، یعنی روز یک شنبه دیروز، نیویورک تایمز یک گزارشی منتشر میکنه که ایران پول نقد برای آقای حامد کرزای میبره و رئیس دفتر آقای حامد کرزای این پول نقد رو دریافت میکنه. و حتی نیویورک تایمز میگوید که در سفر نمیدونم کیو کیو کی بسته های کیف پول اسکناس میارن و به آقای کرزای میدن. کار اونقدر بالا میگیره که آقای حامد کرزای دیروز مجبور به پاسخگویی میشه. اما قبل از اینی که پاسخ حامد کرزای، این گزارشش آماده است مال آقای کرزای، اما قبل از این که گزارش آقای حامد کرزای رو بشنوید، مهم واکنش سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستانه که میگوید سفارت ایران در کابل این گزارش را تکذیب کرده و آن را اهانت آمیز توصیف کرد. این سفارت در یک اعلامیه گفت این گونه شایعات بی اساس از سوی بعضی رسانه‌های غربی منتشر می‌شود تا اذهان عامه را مغشوش کرده و روابط محکم میان دولت‌ها و ملت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و ایران را آسیب بزند. خب این رو پس به این ترتیب ملاحظه می‌فرمایید که سفارت ایران به شدت این ماجرا رو تکذیب کرده. اما بشنویم که آقای کرزای چی میگه. آقای حامد کرزای، رئیس جمهور افغانستان، تایید می‌کند که رئیس دفتر او از نماینده ایران پول نقد دریافت کرده، اما تاکید کرده که این پول به طور رسمی و از مجرای قانونی به افغانستان داده میشه. آقای کرزای میگوید که هر بار 500 یا 600 هزار یورو پول اسکناس نمایندگان جمهوری اسلامی میان به رئیس دفتر ایشون تحویل میدن و این پول که به آقای عمر داوودزی و حامد کرزای میداده میشه، بخشی از این پولها به شماری از اعضای مجلس، رهبران قومی و حتی فرماندهان طالبان پرداخت میشه. خب شما ملاحظه بفرمایید 600 هزار یورو
در هر ملاقاتی، البته ایشون گفته سالی یک یا دو بار این نوع پول داده میشه، حالا بقیهش چجوری داده میشه. در همین حال آقای خامنه ای یک سخنرانی کرده در رابطه با استقبالی که از آقای احمدی نژاد در لبنان شد و میگوید که بله میگوید که استقبال بی‌نظیر مردم لبنان از رئیس جمهور ایران برای هیچ رئیس جمهوری در هیچ جای دنیا اتفاق نمی‌افتد. آقای خامنه‌ای نمی‌دونه اگر این پولی که الان داره در لبنان باج میده یا در افغانستان باج میده، اگر همین رو بیاره در آمریکا باج بده، مطمئن باشید رئیس جمهور امریکا برای آقای احمدی‌نژاد عربی هم خواهد رقصید. اینا مثل که حواسشون نیست احترام خریدن به این صورت چگونه است. اما گزارشی چند هفته قبل آقای فرید کرزای، گزارشگر CNN، بعد از سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک یک گزارش بسیار جالبی ایشون تهیه کرد در CNN و به توضیح و توجیه حرفهای آقای احمدی نژاد در رابطه با مقایسه‌ای که بین ایران و آمریکا کرده بود و سوالاتی که راجع به اعدام، مسئله اعدام در آمریکا کرده بود پرداخت. من خواهش میکنم به این گزارشی که دوبله شده در استیدیوی دوبلاژ تلویزیون کانال یک توجه بفرمایید که با آمار و ارقام فرید کرزای برخورد میکنه با اظهارات آقای احمدی نژاد. فرید کرزای یک روزنامه نویس ژورنالیسته که به برنامه تلویزیونی کشیده شده و بسیار کارش رو خوب بلده و خیلی در کارش هم موفق بوده. فیلم آماده است، خواهش میکنم پخش کنید. احمدی نژاد در جهان چه میگوید؟ چیزی که توجه منو این هفته جلب کرد ادعایی بود که بیان شد توسط محمود احمدی نژاد. این ادعا درباره سلاح هسته‌ای یا اسرائیل هولوکاست نبود، راجع به اعدام‌ها بود. احمدی نژاد مدعی شد که یک استاندارد دوگانه برای مجازات اعدام وجود داره. از یه طرف جهان غرب ایرانو تحت فشار قرار میده چون قراره یک زن در ایران سنگسار بشه و از طرف دیگه هیچ کس علیه اعدام یک زن در آمریکا هیچ واکنشی نشون نمیده. خیلی خب، بیان یه مقایسه انجام بدیم و از جزء به کل برسیم. در سال 2009 52 اعدام در آمریکا انجام شده و تا این لحظه از سال 2010 38 اعدام رخ داده. خب این آمار برای اونهایی که مخالف اجرای مجازات مرگ هستن 38 اعدامی یه آمار روشن و البته خیلی زیاده. ولی در ایران در سال 2009 رژیم حاکم 388 نفر رو اعدام کرده و تا این لحظه از سال 2010 180 نفر رو. این آمار عفو بین المللیه. عفو بین المللی میگه که به اضافه اعدام های سال گذشته در ایران یک اعدام به وسیله سنگسار انجام شده و 14 اعدام در ملأ عام، 77 اعدام دست جمعی و البته 5 اعدام زیر 18 سال هم وجود داشته. در ایالات متحده آمریکا مجازات سنگسار وجود نداره، اعدام در ملأ عام هم نیست و همینطور اعدام دست جمعی و البته اعدام افراد مجرم زیر 18 سال. عفو بین المللی اعلام کرده مردم در ایران به دلایل سیاسی اعدام میشن و اینکه مدارکی در دست هست که تعداد این اعدام ها در روزها و هفته های پس از انتخابات مورد مناقشه در ماه جون 2009 افزایش پیدا کرده و 112 ایرانی فقط در مدت یک ماه به اعدام محکوم شدن. اما ایالات متحده آمریکا یقینا مردم را به دلایل سیاسی اعدام نمیکنه. پس فرق‌ها بین این دو اعدام در چیه؟ در ایران این زن که اسمش سکینه محمدی آشتیانی محکوم به اعدام از راه سنگساره. اون متهمه به روابط جنسی نامشروع و همینطور دست داشتن در قتل همسرش، اتهامی که خودش به شدت انکار میکنه. در ایالات متحده آمریکا و در ایالت ویرجینیا این زن که اسمش ترزا لویسه به وسیله تزریق آمپول مرگ اعدام شده. او در دادگاه اعتراف کرد که دو مرد رو استخدام کرده بود تا همسرش و پسر همسرش رو به قتل برسونن. وکیل